سلام سلام. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بچه من قطع کنم بریم ادامه دعای شریف ابو حمزه با هم بخونیم. خب یک حالا عبارت رو بخونم بعد یه توضیح بدم. میفرماد که بکه عرفت که و انت دللتنی، بکه عرفت که و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک ولولا انت لم ادر ما انت. خیلی عبارت جذابیه، جواب یه سوال خیلی مهمیه که ذهن خیلی ما رو درگیر کرده و خیلی هم این سوال از ما میشه. من زیاد بمیگم مثلا میگه حاجی خدا به ما ثابت کن. ببین اینجا امام سجاد به عنوان یک انسانی که خدا رو شناخته تو حدی که باید شناخته بشه و خدایی که معرفی کرده، خدایی که هیچ جای دیگه شما پیدا نمی کنید، یعنی یک حالا دیگه اینا بحثای علمی شه دیگه، بحث تعصبی اصلا نیست، اینکه شما واقعا ببینید کسی مثل امام سجاد تونسته خدا رو معرفی کنه. اگه تونسته هیچ مشکلی نیست، بریم از اون متونش استفاده بکنیم. خیلی ها خدا حرف زدن، حرفای خیلی خوبی هم زدن، ولی این آره دیگه اونا هم شنیدنیه، نه که اونا رو نشنو. بریم بعضی میگن فقط ببینیم اهل بیت چی میگن، خود اهل بیت به ما گفتن صحبت همه رو گوش کنید. ولی این توصیفاتی که از خدا کردند خیلی با فطرت انسان سازگاری داره. بعد ببینید تو اینجا چی میگه. میگه بکه عرفت و که و انت دللتنی علیک، میگه تو رو با خودت میشه شناخت. اولا این که بعد حالا تو ادامهش خیلی جالبه، میگه ولولا انت لم ادر ما انت، اگه تو نمیخواستی که کسی تو رو نمیشناخت. یعنی میخواد بگه تو دوست داری شناخته بشی. ما اتفاقا توی حدیث قدسی داریم که میگه خدا به حضرت موسی گفت که موسی منو دوست داشته باش و کاری کن بنده های من منو دوست داشته باشن. گفت خدا من دوستت دارم، چیکار کنم بنده هام دوستت داشته باشن، بنده هات دوستت داشته باشن. گفت که خلاصه زیبایی هایی که توی قضا و قدر من هست و واسه شون بگو، نعمت های من رو واسه شون بگو، از نعمت های من براشون تعریف بکن تا ببینم من تو منو دوست داشته باشن. حالا صحبت اینه که خدا خودش میخواد شناخته بشه، نرفته قایم بشه، دوست داره دیده بشه، ولی خودشو به خودش باید شناخت و اون دنبال اینه که ما بشناسیمش و اگه نمیخواست اصلا هیچ کس نمیتونست اونو بشناسه. خدا دوست داره شناخته بشه. خب پس توی اتفاقات که واسه ما میفته تو تمام این عالم میتونیم بگردیم و پیداش بکنیم و دیدنی خدا اصلا با استدلال و با منطق و چه میدونم با اینا نمیشه خدا رو ثابت کرد دیگه، یه چیز روشنیه ها، با خودش ثابت میشه. تو اتفاقات دورت میتونی پیداش بکنی، تو زندگیت. من بعضی همه میگن خدا رو ما مثلا به خدا رو به ما ثابت کن، میگم اگه تو زندگیت دیدیش هست، اگه نمیبینی نیست. اگه خدا رو میبینی تو زندگیت هست، اگه نمیبینی نیست. خب بگه تو زندگیت پیداش کن اگه واسه مهمه که ببینیش، ولی چون خودش میخواد خودش رو به ما بشناسونه و به خودش شناخته میشه، نیازی به استدلال از بیرون نداره. میدونی میگه من خودم دلیل دارم برای وجود خودم، نیاز به یه استدلال از بیرون نمیخواد بری از بیرون وایسی منو ببینی. من روبروتم، فیس تو فیسیم، هان از رگ گردن به تو نزدیکترم، پس نیازی به استدلال از بیرون نداری، خودم رو تماشا کن. واسه اینکه خودم رو ببینی نیاز نداری بری یه جا دیگه بیایی، که من خودم روبروتم، کنارتم، مونستم، همدمت. میخوام به شما بگم ببینید اگه توی زندگیمون نگاه بکنیم و تو اتفاقات دورمون نگاه بکنیم، مثلا شما ناکن یه جایی حضرت امیر میخواد خدا رو تعریف کنه، میگه من خدا رو شناختم به فسخ عزائم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ میگه من همه اسباب یک اتفاقی رو فراهم کردم. مثلا شما میخوای آتیش درست کنی، چوب میاری، هیزم خشک، روش بنزین میریزی یا نفت میریزی یا یک ماده مثلا آتش‌زا روش میریزی، کبریت هم داری، کبریت رو میزنی و میخوای آتیش رو روشن کنی. ببین همه چیز واسه این که یک آتیشی فراهم بشه همه اسبابش جمعه، ولی نمیشه. هر کاری میکنی این روشن نمیشه، این آتیش
روشن نمیشه. حضرت فرمود من اینجا میفهمم یه اراده غیر از این اسباب و وسایل هست، من خدا رو تو این اتفاقات میبینم. تو زندگیت همه زمینه های این که تو الان مثلا این همین کرونا اومده، خب یک بعضی طرف فکر میکنه که دیگه آقا تمام راههایی که میتونسته از طریقش مثلا رشد بکنه، رشد اقتصادی بکنه، رشد مادی بکنه، احساس میکنه بسته شده. بعد اونجایی که تمام اسباب و وسایل میگن نه، یه دفعه میبینی یک دریچه باز میشه و خیلی راحت اصلا زیر و رو میشه اقتصاد زندگی طرف. خب این چیه؟ میگه ببین همه اسباب و وسایل میگفت نه ولی شد. کی خواست که بشه؟ پس یه اراده دیگه‌ای هست. ما تو زندگیمون زیاد از این اتفاقا میفته. خدا انقدر روشنه و شفافه، مثل دیدید حالا اینا تشبیهات، میخوام ذهنت آشنا بشه، عینکی ها هیچ کدوم شیشه عینک خودشون رو نمیبینن. اگه بتونن شیشه عینک رو ببینن دیگه جلوشون رو نمیتونن ببینن. با اینکه به واسطه شیشه عینک داره میبینه، ولی هیچ وقت شیشه رو نمیبینه، که اگه شیشه رو ببینه دیگه تصویر بعدی رو نمیتونه ببینه. تمام زندگی ما هضم در خداست و انقدر به ما نزدیکه که انگار نمیبینیمش. میگه نه، چشم واکن ببینش، چشم واکن خودش رو ببین، خودش رو به خودش ببین. پس استدلالی نیست، نمیشه خدا رو با استدلال ثابت کرد. خدا رو باید دید، با چشم باید دید، و اگه خدا رو ندیدی اصلا عبادتش نکن. ولی اگه چشتو باز بکنی تمام اتفاقات دورت داره خدا رو داره خدا رو صدا میزنه. این یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض که تو قرآن اومده مفهومش چیه؟ میگه اگه چشم داشته باشی در و دیوار عالم داره میگه خدا، من تا ببینی. ها یه روایتی داریم حضرت امیر فرمود که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرت زیاده، چیز برای دیدن زیاده، چشم نداریم که ببینیم. نگه چشم نیست دا. چشم هست ولی نمیبینه باش، گوش هست ولی نمیشنوه باش، قلب هست ولی فکر نمیکنه باش. ها این شلوغیایی که دورمون هست، مثلا شلوغیایی که الان پیش اومده توی زندگیامون، یه وقتایی نمیذاره ببینیم چیزی رو. انقدر سرگرم میشیم که از اون حقیقت دور میشیم. مثل کسی که رفته توی مهمونی، انقدر سرگرم مهمونای دیگه بشه صابخونه رو نبینه، میگه کاری که ما کردیم هیچ نابینا نکرد، در درون خانه صاحب خانه را گم کردن. یه داستان اینجوری. خب میگه که خدایا تو خودتو به منو به سمت خودت کشوندی، من تو رو به خودت شناختم، اصلا نیاز به استدلال از بیرون نداشتی، انقدر روشنی و انقدر دیده شدنی هستی. آقا من زیاد پیش اومده، همین امروز یه کوچه باقی رد میشدیم سر حالا جایی بودیم، بعد یه دوستی گفت که من تا حالا دقت نکرده بودم اینجا چقدر قشنگه. یعنی چند ده بار، صد بار، نمیدونم چند بار از اون کوچه رد شده دقت نکرده. پس چشم بوده ندیده، توجه نکرده. حالا امروز تو چه حالی بوده که توجه کرده، اینو باید بگیره که خب امروز تو حال خوبی بودی، دیدی، روزای دیگه تو اون حاله نبودی، ندیدی. ما خیلی چیزا از جلو چشمون رد میشه نمیبینیم، خیلی حرفا واسه شنیدن هست. خدا میدونه به زبان تمام مخلوقاتش با ما حرف زده و ما نشنیدیمش. یه وقت بچت یه جمله بهت میگه، اون جمله مال اون بچه نیست که، بعد میگه نمیدونم بچه این جمله رو از کجا میگه. جمله رو بهش دادن بگه واسه تو، حرف واسه تو بوده، پیغام بوده، بچت پستچی بوده، خدا کلامی رو به دهانش انداخته به تو برسونه. این نیست که فکر کنی مثلا حالا یه بنده خدایی میگفت که بچهش ابتدایی هم، از بچه مثلا مدرسه ابتدایی میرفت تو تهران، به باباش گفته بود که من تو از مسجد میای میفهمم نمازت قبول شده یا نه. اکوه گفته بود بابا گفته از کجا میفهمی؟ گفته بود وقتی میای خوش اخلاقی میگم خب پیش خدا اومده دیگه، خدا خوش اخلاقه، مهربونه، هر کی پیشش بیاد مهربونه، پس معلومه نمازت قبول شده. هر وقت مسجد میای از نماز میای میبینم بد اخلاقی، میگم مگه میشه پیش خدا کسی بیاد بد اخلاق باشه؟ پس معلومه بابام پیش خدا نبوده، پس نمازش قبول نشد. خیلی ساده است مطلب. ما حواسمون پرت.
حالا بچه ها یه چیزی یادتون بدم تو ادعیه. اولا اینو بدونید، یعنی بهترین معارف، بهترین مبانی خداشناسی رو در ادعیه معصوره، ادعیه‌ای که سند قوی داره میتونید ببینید، نه جای دیگه. توی روایات مخاطب رو در نظر میگرفتن حرف میزدن معصومین. چرا؟ شما میگه کلمه ناسلا قدر عقول هم، یک منطقی، حرف منطقیه ها، و خدا هم خواسته از اولیاش و علمایش و انبیاش که با مدرون به اندازه عقلشون صحبت کنن. عقل با فهم فرق میکنه. عقل به توانایی میگن، فهم به دانایی میگن. ما معمولا آستانه عقلمون و فهممون پایین تره. بچهش فوت شده، میخوای بهش بگی بچهت مرده، بگی بچهت مرده میفهمه، اما ممکنه در جا سکته کنه. میفهمه اما تحمل نمیتونه بکنه. به اون تحمله میگن عقل. برای همین تو مخاطب وقتی مردم بودن عقلش رو در نظر گرفته، اندازه توان طرف باش صحبت کرده، تو ادعیه با خدا حرف زده. و بعضی از علما میخوان از راجب ادعیه‌ای که سند داره ها، نه این ساختگی‌ها رو نمیگم، اونایش که واقعا سند داره و از کلماتش هم معلومه که مال خلاصه یک انسان کمال یافته است، اینجوری عبارت میکنن، میگن قرآن ساعت، میگن قرآن تابیده بر قلب معصوم، این بازتابش، یعنی فهم اهل بیت از قرآن میشه دعا، دعای معصوره. پس چیزی که در ادعیه پیدا میکنید جای دیگه پیدا نمیکنید از خداشناسی. و اینکه اولین قدم خداشناسیه، تو اول باید بدونی کیه، بعد بگی خب حالا این کسی که من شناختم و این ارتباطی که با من داره، حالی که نسبت به من داره، اول باید اینو بشناسی. اینو که شناختی، حالا خب ببینیم چی میگه. دیدید بچه به حرف باباش گوش نمیده، اصلا نمیفهمه مقام پدر چیه، حال پدر رو درک نمیکنه و نسبت پدر و پسر و پدر و دختر رو نمیفهمه هنوز. خودش که پدر میشه این مقام رو درک میکنه، تازه کلمات باباش واسش معنا پیدا میکنه، تازه امر و نهیاش، حتی تشرهاش حالش رو خوب میکنه. یاد تشرهای بابای میفته حالش خوب میشه، چون میفهمه العتاب اساس الموده. هان اونی که تشر میزنه یه وقت از رو عشق این کارو میکنه، فرق داره با کسی که تو رو تحقیر میکنه یا به روح تو میکشه یا تو رو خورد میکنه. تشر با این چیزا، تشر توش محبت، آدم میفهمه دلش تنگ میشه واسش. حالا توی ادعیه یه چیزی یادتون بدم، یه کلمه داریم مثلا میگه الحمدلله الذی، بعد یه توضیح میده، این یعنی خدا باید اینجوری باشه و اگه اینجوری باشه خداست، اگه اینجوری باشه جذاب، اگه اینجوری باشه قابل پرستشه. میگیدید مطلبو؟ خب پس اگه جایی داشت الحمدلله الذی، میخواد بگه ببین خدا باید اینجوری باشه و اگه جور دیگه خدا رو شناختی اشتباه شناختی. خب خدا چه جوریه؟ میگه الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی، صداش کنی جواب میده، و ان کنت بطیعا حین یدعونی، با اینکه وقتی اون ما رو صدا کرده ما جواب ندادیم، اصلا نشنیدیم، خب سنگینیم. اولا اینجا یه بحثه، میگه خدا به تو نگاه نمیکنه، خدا به خودش نگاه میکنه، خدا خداست، به خودش نگاه میکنه. خدا رفتارش با ما بر اساس رفتار ما با اون نیست، یعنی نمیگه اگه با من خوب بودی من بات خوبم، اگه بد بودی من بات بدم، نه، اون حال خودشو داره و حالش تغییر نمیکنه نسبت به ما، به رفتار ما نگاه نمیکنه، رفتارشو با ما تنظیم نمیکنه. ما معلمش نیستیم، ما مخلوقشیم، بندشیم، ما معشوقشیم، معلمش نیستیم که من چون اخ کردم خدا میگه حالا اخ میکنی منم باید اخ میکنم. خدا با بندش درگیر نمیشه، با بندش دعوا نداره. ببینید یه اشتباه ما میکنیم راجع به جهنم و راجع به عقوبت، که حالا من تو اول دای ابو حمزه اینا رو یه بخشیشو گفتم. ببینید خدا اصلا این نیستش که عقوبتی که شما میشید مجازات شماست به خاطر بدی که کردید و خارج از عملتونه. اینو بذارید بچه براتون قشنگ توضیح بدم. ببین یک دکتری، پدری دکتره، باباه خودش دکتره و بی نهایت عاشق بچه هاشه. زمستون شده یا الان کرونا اومده، میگه بچه ها ببینید یه ویروسی اومده 5 گرمش دنیا رو به هم ریخته. خب یه دونش در برابر یک سلول مثل یک توپ چلتیکه میمونه در برابر یه ساختمان 4 طبقه، اینقدر ریزه.
و البته خیلی قویه در عین اینکه ریزه، در هوا میمونه، روی اجسام باقی میمونه، بیرون بدن، بیرون دمای بدن. معمولا ویروس ها بیرون بدن انسان دوام نمیارن، باید تو دمای بدن انسان باشن، ولی این نه، این رو هوا هم تو مثلا مدتی میمونه. حالا ایناش نمیخوام اینو بگم، این هستا چیزایی که شنیدیم هممون. نه، حالا بحث علمیشو که از اطباء برید بگید، من دارم مثال میزنم، تو مثال مناقشه نکنید و بگید نه تو هوا نمیمونه یا میمونه. اصلا حالا ما که نمیدونیم چیه، من نه ویروس شناسم نه چیزی، ویروس شناساش هم هنوز نمیدونن کرونا چیه. مثال دارم میگم، بابا همیت بچه‌شو میگه ببین بچه، این ویروس اگه بره تو ریه‌ت بعد سرفه خوش میاد، بدن درد میگیری، این اگه کلیت مشکل داشته باشه ممکنه باعث مرگ بشه، یا ریه‌ت مشکل داشته باشه چیز دردناکیه، کل بدن درد میگیره، اینجوری میشه، اینجوری توضیح میده. خب حالا بچه بی احتیاطی میکنه و میره توی محیطی بدون امنیت و ویروس کرونا میگیره و مریض میشه، حالا بدن درد میگیره. ببین بدن درده به خاطر اون ویروس هست، نه که وقتی ویروس گرفت باباش حالا یه چکش میاره میزنه رو سینه‌اش، استخوناشو یکی یکی شروع میکنه شکوندن. ببین میخوام بگم مجازاتی که شما در روایات شنیدید، در قرآن میبینید، نتیجه طبیعی اون عمله، از بیرون نیست، یکی رو مأمور نذاشتن تو رو شکنجه کنه، نه، نتیجه عملیه که انجام دادی در بدنت، مثل مریض شدنه. شما سرما میخوری سردرد میگیری، آب بینیت را میفته بدن درد میگیری، کرخ میشی، نفست تنگ میشه، نه که یکی از بیرون میاد این بلاها رو سرت میاره. آقایشون سرما خورده، بیان یه آهنی بذارن رو سرت، چون میکنن با چکش زدن گلوت هم بگیرن نفست رو تنگ کنن، اینجوری نیست. نتیجه اون ویروسه، نتیجه اون میکروبه، نتیجه اون عفونتیه که تو بدنت هست، این درد رو ایجاد کرده. عقوبت جنسش اینجوریه، از بیرون وجودت نتیجه. پس این نیست که خدا منو مجازات میکنه، بعد اون خدای ما رو مجازات نکن. خدا میگه مگه من مجازاتت میکنم؟ من به تو گفتم متکبر نشو، متکبر بشی دنیا برای تنگ میشه. و من اردن ذکری فنله و معیشتان ذنکا، درست خوندم آیه رو؟ عفص خوندم، اشتباه نخونیم، ملا لغتی ماشالله زیادن. درسته، سوره طه آیه 124، و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. خب و نحشره یوم القیامة اعما. میگه آقا اونی که نسخه هایی رو که بهش دادیم عمل نکنه زندگی بهش تنگ میشه. میگه آقا ببین اگه احتیاط نکنی، دستکش دستت نکنی، چه میدونم دستتو به جاهای آلوده نمالی، ضد عفونی نکنی، مثلا اگه دستتو بمالی به جای آلوده ضد عفونی نکنی، چه میدونم با مریض بدون ماسک روبرو بشی، فلان بشی ویروس میگیری. اگه این ویروس رو گرفتی بدن درد میگیره، دنیا به تنگ میشه، دیگه نمیتونی چهار قدم هم را بری. یه دوست ما گرفته بود میگفت چهار دست پا میرفتم، انقدر یعنی رس بدن ما رو کشید این ویروسه. قویال جوان بود الحمدلله نجات پیدا کرد، ولی میگه آقا اگه ویروس گرفتی زندگی به تنگ میشه، دو قدم هم نمیتونی راه بری. مفهومش این نیست که اگه ویروس گرفتی ما میام در رود قفل میکنیم، چندم مثل کلاخود و لباس تیزتنت میکنیم نمیذاریم حرکت بکنی، نتیجه این ویروسه. پس عقوبت یک مطلبی از بیرون نیست، نتیجه طبیعی اون عمله، نتیجه طبیعی تکبر اینه که دنیا به تنگ میشه. روز قیامت هم کور میشه، نه که چشم نداره، نمیتونه ببینه. کور کسیه که نمیتونه ببینه، چشم داره و نمیبینه. اونی که چشم نداره که آخه چیزی که نداره چیو ببینه؟ ها؟ این بچه هایی که روشن دلن، حالا البته یه دوستی دارم نابیناه، یه جا بردنش برنامه تلویزیون بهش گفت شما به معنی روشندل، گفت آقا جون من کورم. روشندل اونیه که میتونه حقایق عالم رو ببینه. خیلی بد و اتفاقا نشون داد که روشندله، نشون داد که روشندله، چون حقیقت رو داره میبینه. میگه با کلمات بازی نکن، آقا من چشم ندارم نمیتونم ببینم، ولی یه چشمم اینجا هست که اون ربطی به چشم سر نداره، اگه اون چشم باز بشه میتونم حقیقت رو ببینم. کسی که چشم قلبش باز شده روشنبینه، روشندله. ممکنه کسی چشم داشته باشه و روشندل نباشه، ممکنه کسی چشم نداشته باشه و روشندل باشه. اون چشم اصلی، چشم دومون تو درون ماست، میتونه باز بشه، بستگی به رفتار آدم ها داره. من صحبتم چیز دیگه است، میخوام بگم ببین
عقوبت رو بدونید چیه. خدا ما رو شکنجه نمی کنه. جهنم یه شکنجهگاه نیست. خود این عالم شکنجهگاه نیست. عقوبت نتیجه طبیعی اعمال ماست که البته نمیذاره همش به ما برسه. کم من فاده ملل بلا اقل او چقدر قرار بود سرت بلا بیاد، نذاشتیم، مانع شدیم، نذاشتیم با نتیجه طبیعی اعمال خودت روبرو بشی. که اگه اینجوری میشد که کسی زنده نمیمون. قرآن میگه، میگه اگه قرار بود شما با نتیجه اعمالتون روبرو بشید، احدی زنده نمیمون رو زمین، احدی رو زمین زنده نمیمون. پس ما نمیذاریم با همه اون کاری که کردی روبرو بشی. اینی که روبرو شدی یه بخشی از کاری که کردی، و برای اینی که این کارو نکنی خاصیت رو دادیم به تکبر، تاریکی رو که کسی سمتش نره، چون چیز بدیه، چون حال تو رو بد میکنه، چون چش تو رو کور میکنه، دیگه نمیتونی حقایق رو ببینی. حالا میگه خدا چجوریه؟ الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی و ان کنت بطیئا حین یدعونی. اون صداش کنی جواب میده، کاری نداره که دفعه قبلی تو جواب ندی، گوشیش نمیخوره، میگه فلانی، میگه بابا پیروز زنگ جواب نداد ولش کن. میگه خب این اخلاق خدایی نیست، این رفتار خدا، خدا اینجوری نیست. به تو، به سابقه تو نگاه نمیکنه، به کرم خودش نگاه میکنه، به خودش نگاه میکنه. اصلا برای تو پرونده درست نکرده، سابقه تو جمع نکرده، رو حساب سابقت با صحبت نمیکنه، اون رو حساب کرمشه، رو حساب بزرگیشه، رو حساب آقایشه. میگه والحمدلله الذی اسأله فیعطینی، ازش کمک خواستیم به ما عطا کرد، و ان کنت بخیلا حین یستغرضنی. میگه خدا ازش کمک میخوای، ما ازش سوال کردیم، سوال به معنای درخواست کردن، ما ازش درخواست کردیم و اجابت کرد. میگه اصلا نگاه نکرد که خودش از ما قرض خواست، ما بهش قرض ندادیم. خب مگه خدا اما قرض میخواست؟ میگه آره دیگه، مثلا داداشت میخواست دخترش رو شوهر بده، بعض مالیش بد بود نداشت. این خدا ازت، این بنده خدا حاجت از تو میخواد، خداست دیگه. حاجت بندگان خدا حاجت خداست. شما شنیدید میگن حضرت علی تو نماز انقدر، حالا اینا رو اصلا مهم نیست که این اتفاق افتاده نیفتاده، حقیقت داره اینا بچه‌ها، اصلا به واقعیتش کار نشته باشه. میگه علی ابن ابی طالب تو نماز از خودش غافل میشد، بعد میگه تیر پاش کشیدن متوجه نشد. میشه، چیز عجیبی هم نیست، چیز عجیبی نیست. علی تو نماز خدا رو میبینه، حالا یه تیر پاش بکشه متوجه نمیشه. شما تو داستان یوسف چی دارید؟ یوسف پیامبر سلام الله علیه که وقتی از بین زنان مصری رد شد دستاشون رو بریدن، جمال یوسف که مخلوق خداست رو دیدن، دستاشون رو بریدن و نفهمیدن، خون جاری شد متوجه نشدن. حالا جمال خدا رو ببینی یه تیر پات بکشن باید متوجه بشی، این چیز عجیبی نیست. اما بعدی بعضی یه ایراد میگیرن، میگن پس چه جوریه که یه فقیری تو مسجد کمک خواست، علی صداشو شنید و بهش کمک کرد؟ حواسمون به یه چیز، حالا البته بحث از تدیو دیگران نیست، ما بحثمون بچه فرقه ای نیست، ما داریم مثل حقایق رو میگیم. الان این نیست که من دارم راجع به یه فرقه ای صحبت میکنم، مثال دارم میزنم. میدونید چرا وقتی یه گدا کمک خواست متوجه شد؟ چون توجه به خلق خدا توجه به خداست، حاجت خلق خدا حاجت خداست. اگه میتونی روا کنیم باید روا کنیم، اگه میتونیم رو قاعدش ها نقاعده دار. این الان فردا چماق نکنی تو سر ما. من آقا بچه بنده تلفن به کسی نمیدم چون نمیتونم جواب بدم، واقعا انقدر زنگ میخوره نمیرسم. من 24 ساعت وقت دارم در روز که 4-5 ساعتش هم باید بخوابم. حالا البته به من میگن 7-8 ساعت باید بخوابی، اطباء هم همینه میگن، ولی ما 4-5 ساعت رو دیگه تو روز وقت میکنیم بخوابیم. خب از اون ور ایمیل هست، از اون ور دایرکت هست، از اون ور مسیج هست، شماره پیدا میکنم، واقعا نمیرسم جواب بدم. میدونید برای همین یه جلسه هفتگی گذاشته بودیم دوتا، که هر کی سوال داره حضوری بیاد، یا ما سوالا رو دیگه داریم سرچ میکنیم تو فضا مجازی و سعی میکنیم جواب بدیم. اینه که خیلی هم من شماره میخوام، میگم آقا من نمیتونم جواب بدم شماره رو، اگه بتم بدم دروغه، نمیتونم جواب بدم. توقع اینجا میخوام که حالا فردا حرف خودمون رو چماق نکنید تو سر خودمون که آقا شما چرا پس جواب تلفن من ندی. آقا من واقعا نمیرسم، وقتش نیست، واقعا وقت نمیکنیم، باید حضوری باشه. ان شاء الله حالا این کرونا یه ذره فروکش کنه، وضعیت سفید بشه، جلسات حضوریمون دوباره برپا میشه. ببین میگه، پس میگه با اینکه اون جایی که از من کمک خواست من بخیل بودم، ولی وقتی من کمک خواستم به من کمک کرد، یعنی به سابقه من نگاه
نکرد، نگفت ای تو هوا بنده من نشتی، من هوا تو رو داشته باشم. اینجوری نیست. و اگه اینجوری باشه اصلا خدا نیست و خدا اصلا نمیتونه غیر از این باشه. کریم نمیتونه کرم نکنه، دست خودش نیست. کریم کریمه، باید کرم کنه و کریم به سابقه افراد نگاه نمیکنه. خب میگه والحمدلله الذی انادیه کل ما شئت لحاجتی و اخلو به حیث شئت لسری به غیر شفیع فیقضی لی حاجتی. میگه ببین خدا میدونه خدا خدا کی خداست؟ وقتی که هر وقت بخوای بتونی باهاش صحبت بکنی بدون واسطه، نیاز به هیچ واسطه ای نیست. میگه اصلا واسطه نیاز نداره، راحت میتونی با من صحبت کنی. شما الان میخوای با خدا حرف بزنی به واسطه نیاز دارید؟ ای پس آجا قراجم انبیا و اهل بیت چی میگن؟ عزیزم یه وقت شما میخوای بری یه بزرگی رو ببینی، بعد میدونی ای قبل شما فلانی رفته دیده، میری باش مشورت میکنی، میگی ببین چجوری باش صحبت، اصلا چجور آدمیه به نظرتین، چجوری باش صحبت کنم، میری ازش کمک میگیری چون تجربه داره، تجربهشو در اختیار شما میذاره. مفهومش این نیست که اگه از ایشون اجازه نگیری نمیتونی با خدا صحبت کنی. شما هر وقت خواستید، هر کجا بودید، تو هر حالی بودید با خدا حرف بزنید. کسی نمیتونه بیاد بگه که نه صحبت نکن، تا من نیام نمیتونی صحبت کنی. حرفات چیه؟ شما هر وقت بخوای میتونی صحبت بکنی. ولی خود شما همین الان وقتی میخواد برید یکی رو ببینید، قبلش به دو نفر زنگ میزنید میپرسید، دو نفر که تجربه دارن، آقا این اخلاقش چجوریه، آدم خوبی آدم بدیه، اینجوری بهش بگم اونجوری بهش بگم، مشورت میگیرید از کسی که تجربه داره. وقتی یه مسیری و یک عده آدم کمال یافته رفتن، خب آدم از تجربه اینا استفاده میکنه. از تجربه اینا استفاده کردن مفهومش نیست که اگه اینا نباشن تو نمیتونی بری. نه آقا اینجوری نیست، خود خدا هست دیگه، خود خدا که هست. داستان احد شایع شد، پیغمبر کشته شده، بعد بعضی خواستن جبهه رو ترک کنن، مثلا ترسیدن بعضی مسلمان ها، تازه مسلمانن حالا هنوز جا نیفتادن. بعد یه کسی به یکیشون گفت آقا کجا داری میری؟ گفت پیغمبر کشته شد. گفت خب پیغمبر کشته شد، خداش که هست، ما خدا رو فر گرفتیم. بابا انبیا اولیا اومدن خدا رو به ما نشون بدن، ما بعضی وقتا تو خود اینا گیر کردیم، خدا رو به ما نشون بدن. میگه ببین با خدا هر وقت صداش بکنی جوابت میده، برای هر حاجتی داری، هر حاجتی داری، هر وقت میتونی باش خلوت بکنی و بشینی باش صحبت بکنی، به هیچ شفیعی هم نیاز نداری. یعنی اینجوری نیستش که تو یه خراب کردی بعد مثلا کلی گناه کردی بعد بگی خب یکی بیاد به خدا بگه جواب منو بده. من دیدم بعضی به میگه آقا التماس دعا. خب ببینم التماس دعا به چه معنایی؟ این که منو دعا کن، دعا کنیم همدیگر رو دوست داشته باشیم، اشکال نداره. این که نه، خدا صدا منو نمیشنوه، صدا شما رو میشنوه، این حرف بیخوده. اینجا داره میگه نه آقا جون، اصلا خدا به سابقه تو کاری نداره. نیازی نیستش که شما کسی بیاد شفاعتتون رو پیش خدا بکنه که خدا یه آدم گناهکاری ولی حالا این دفعه پیش شما جواب بده. اصلا اینجوری نیست. هر چه قدم پروندت سنگین باشه خدا جوابتو میده، برات وقت خصوصی میذاره و هیچ نیازی هم نداره کسی شفاعتتو رو پیشش بکنه. چرا؟ که ببین من انقدر دوست دارم، تو منو دوست نداری چون نمیشناسی منو، ولی من انقدر دوست دارم که اگه یه رو دنده لجم باشی با من، اون لحظه که رو دنده لج افتادی با من، اون لحظه که رو دنده لج افتادی با من، اون لحظه اگه بتونی درک کنی من چقدر دوست دارم، از خوشحالی روح از بدنت بفارقت میکنه. من عاشقتم. کی قرار چی شفیع بالاتر از عشق من به تو؟ دنبال چی میگردی؟ یکی بیاد بگه خدای صدا اینو بشنو، میگه اصلا نیاز به کسی نیست، عشق من به تو مجوزه که تو بیای با من صحبت بکنی. گرفتین چی شد؟ پس اصلا به شفیع واسه صحبت کردن نیاز نداری، چون شفیع تو خود من، حال خود من خداست، من عاشقتم. اون عشق شفیع توه که باعث میشه. حالا نمونه کوچیکش رو تو زندگی میبینیم، بچه خیلی شیطنت میکنه ولی مامانه یه جوری دوستش داره، هر چقدر خلاف کرده باشه مامانه باز میاد باش صحبت میکنه. چی باز چی شفیعش میشه که مامانش جوابشو بده؟ عشق خود مامانه.
یعنی شفیع از بیرون، یعنی خدا میگه ببین برای صحبت کردن با من به شفیع بیرون از من نیاز نداری، خود من شفیعتم واسه این که باید حرف بزنم، چون عاشقتم بی نهایت عاشقتم. بعد میگه الحمدلله الذی لا ادعو غیره ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی. میگه اصلا ببین تو هستی، من به غیر تو نیاز ندارم، من به غیر تو بگم اصلا حاجت من روا نمیشه، حاجت من روا میشه چون به تو میگم. ببینید این وسط ممکنه آدرس اشتباه بدیم، ممکنه آدرس رو اشتباه بدیم، قاصرم باشه مقصر نباشه. اگه یه کسی قاصر بود یعنی مقصر نیست، نمیدونسته و آدرس اشتباه رفت، طرف رفته به یه درختی یه نخی بسته که ای درخت مثلا حاجت منو بده، این قاصره نمیدونسته بهش نرسیده حقایق، ها فکر میکنه حاجتش اینه، اما در حقیقت دنبال کسی داره میگرده که حاجتش رو روا کنه، اون کیه؟ خداست. میدونه خدا رو کار داره ها، آدرس رو اشتباه رفته و قاصر، خدا جوابشو میده. حاجتی تو این عالم روا بشه طرف حسابش معلوم خدا بوده، ولی آدرس رو عوضی رفته باشه، آدرس رو اشتباه ممکنه بره، ها آدرس رو اشتباه رفته، اشکال نداره، اشکال نداره، آدرس رو اشتباه رفته، قاصره. یه وقتی که مقصره اون یه داستان دیگه است، رو دنده لجه، میدونه حقیقت چیه، اون یه بحث دیگه است. یه وقتی که واقعا نمیدونه، قاصره، نمیدونه حقیقت بهش نرسیده، مگه به کی رسیده حقیقت؟ همین الان من دیدم بعضی میگن حجت دیگه به همه تمامه، به کی تمامه حجت؟ کی حجت رو تمام کرده به مردم؟ کی ما نشستیم باشون حرف بزنیم؟ کی حقایق رو گفتیم؟ ما بیشتر مشغول بازی، من که مملکت دارم میبینم دیگه، بازی بازی. الان ماه رمضانه و ماهیه که ماه مناجات با خدا گفتنه، همش دنبال بازی های حزبی و سیاسی، دنبال دعواهای مسخره گروهی که آقا ما بهتریم اونا بدتره، ما بیایم چیکار میکنیم اونا چیکار. بعد از همه ابزار هم استفاده میشه، یعنی همه چی به لجن میکشیم واسه حزب و گروه خودمون. کاری نشده، کار فرهنگی نشده، کار معرفتی نشده، خبری نیست، چیزی گفته نشده. تازه اگه ببین یه نمونه تو قرآن میگه حضرت نوح 900 سال پیامبری کرد، حالا این اینا چیزه ها، اینا دیگه من حق میگم دیگه بچه ها، اینا حقایقشو بگیرید دیگه، دنبال واقعیتش نگرد که آقا مگه میشه 900 سال عمر کرد نگه فلان. آقا من کاری با واقعیتش ندارم، من به حقیقتش کار دارم. میخواد قرآن چی بگه؟ میگه 900 سالم پا امتت وایسادی ولی مسیر درست و نیومدن، تازه کوتاهی هم نکردی. چون بالاخره ماها که پر از کوتاهی، ما بابا ما اخلاقمونه که ببینه فرار میکنه، از خدا هم بیزار میشه. اگه همه کارت درست بود و هیچ اشتباهی نکردی، 900 سالم پا مردم وایستادی نیومدن، بازم دست به نفرین نشو. چون شما خود حضرت نوح سلام الله علیه اگه تو داستان نوح بردارید، پیامبر اکرمو بذارید جا حضرت نوح، هیچ وقت نفرین نمیکنه امتشو. میگیرید چی عرض میکنم؟ میخوام بگم ما زود از کوره در میریم، چون خدایی نیستیم، ما زود ناامید میشیم از آدم ها. آقا این دیگه فایده نداره، وقت براش نذارستن، در شأن شما نیست، وقت با سینا بذارید. در شأن پیامبر هست بشینه با ابو سفیان صحبت بکنه که نجاتش بده؟ نه ما پیامبریم، نه کسایی که روبروی ما ابو سفیانن، ما خودمون پر از نقصیم، پر از اشکالیم. ولی کسی که میگه پیامبر الگوی منه، پیامبر در شأنش هست بشینه با کفار صحبت بکنه، تازه سنگ بهش بزنن، بعد بره سنگ زدن سر روی پیامبر پر از خونه، تو سجده رفته داره دعا میکنه، میگه اللهم ارحم، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدا اینا رو هدایت کن، نمیدونن اینا. اکوره در نرفته، حال درست اینه، حال خدایی اینه، حال خدایی اینه که برای کسی سوء سابقه تو ذهنت درست نکنی، جواب دادنات بوی گند طمع نده، جواب کسی رو میدم که جوابمو داده. سرمایه بعضی هم تو حرف زدن هم بیزینسمنن، تو سلام علیک هم بیزینسمنن، ها بیزینسمن بودن خوبه تو جای خودش، نه که با یکی صفر سلام میکنه میگه بعدم به دردمون میخوره، اونی که فکر میکنه به دردش نمیخوره تحویلش نمیگیره. میدونید این که قشنگ نیست که، میگه نه خدایی باش، خدا تو برخوردش به خودش نگاه میکنه، به کرم خودش نگاه میکنه، به سابقه طرف مقابلش نگاه نمیکنه، بعد وقت میذاره واسه آدم ها، وقت میذاره،
دوستشون داره، عشق خودش بهشون شفیعشونه واسه اینکه صداشون رو بشنوه و باشون خلوت بکنه. خب پس اگه جایی کسی به حاجتی رسید، حاجت حکی خواسته بوده از خدا. الحمدلله رب العالمین. یه بار یه توضیح راجبش دادم دیگه، الفلامش الفلام جنس دیگه، میگه جنس هم مخصوص خداست، یعنی هر کی هر کجا از هر کی داره تعریف میکنه، حکی داره تعریف میکنه از خدا. پس هر کی هر کجا از هر کی هر حاجتی گرفت، حکی گرفته از خدا. میگه الحمدلله الذی لا ارجو غیره، میگه اصلا به غیر اون امید ندارم، به غیر خدا من امیدی به غیر خدا ندارم. ولو رجعو تو غیرهو لأخلف رجائی، میگه اصلا غیر خدا چیزی بخوای امیدت ناامید میشه، از خودش باید بخوای. ببین آقا، اصلا باید بفهمی که فقط به خودش میشه امیدوار بود، فقط به خودش میشه امید داشت. هم میگه سوال کردن یه بزرگی که آقا شما با کدوم آیه قرآن خیلی حال کردی، زندگی کردی؟ گفت من با آیه قرآن که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کی به خدا توکل کنه خدا بسش. این مفهومش نیست که به مردم بی احترامی کنه. یه گدایی بود میرفتن بهش کمک کنن، میگفت سگی کی باشه کمک کنی؟ یارو میگه آقا کمک نمیکنم. گفت سگی کی باشه کمک نکنی؟ بی احترامیه این آدم. کسی که بهش کمک میکنه باید تشکر بکنه، من لم یشکر المخلوق من یشکر الخالق. اما حرفم چیز دیگه است. امید به غیر خدا نداشته باش، یعنی به غیر از طریق الهی، به غیر از نسخه های الهی، نسخه دیگه جواب نمیده. اون نسخه‌ای که جواب میده اینه، برخورد خدایی جواب میده. برخورد غیر خدایی سرش به سنگ میخوره بالاخره. برخورد خدایی چیه؟ این که به سابقه کسی نگاه نکن. برخورد خدایی چیه؟ اینه که جواب بده، عاشق مخلوقات خدا باش. این که میگه به غیر خدا امید داشته باشی ناامید میشی، یعنی به نسخه غیر نسخه خدا اگه دل ببندی جواب نمیگیری. جواب نمیگیری. ببینید دنیا رو دیگه، زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، به لجن کشیدیم عالم رو، چون به نسخه الهی عمل نمی کنیم. نسخه الهی چیه؟ میگه ببین یه مورچه توش محترمه، شما حق نداری حقوقش رو ضایع بکنی. حق یه مورچه رو، گفت حکومت هفت اقلیم جهان رو به من بدن، یه اصطلاح ها، اختیار همه عالم رو به من بدن، سند شیشتونگ منگولدار درست کنن عالم رو به من بدن که یک پای ملخی یا یک پوست جوی از دهان مورچه بگیرم، نمیگیرم. ولی اگه ما اینو بخوایم رعایت بکنیم، خیلی از فعالیت‌هامون رو باید تعطیل بکنیم و باید تغییرش بدیم. ما باید به یه صنعت پاک برسیم که آسیب نزنیم به طبیعت. باشه من میخوام از تهران برم قم، ولی یه وسیله‌ای باید بشینم فکر کنم درست کنم که تو مسیر ده‌ها پروانه رو نکشم، ده‌ها پشه رو ابری نبرم، اون دودش لایه اوزون آسیب نرسونه، بقیه انسان‌ها ضرر نزنن، به یه تکنولوژی پاک برسم. میشه رسید، فکر میخواد، وقت میخواد، میشه رسید. انقدر انرژی های پاک تو این عالم هست که ما بهش دست پیدا نکردیم هنوز، چون دنبالش نرفتیم. دنبال نسخه غیر خدا بری سرت به سنگ میخوره. میخواد بگه تو حرمت دیگر موجودات رو حفظ نکردی، تو فکر کردی مالک این دنیایی، میخوای همه رو در به بردگی خودت بکشی، به استثمار در بیاری همه عالم. این نسخه جواب نمیده. کرونا اومد یه ماه نشون مردم دنیا رو تو خونه، ببین طبیعت داره چیکار میکنه. تا الان اردیبهشت جیم که ایم، الان داره بارون میاد تهران، برف میاد تو کوها، میدونید؟ من میخوام به شما بگم که پس این که میگه اگه به غیر خدا امید داشته باشی، یعنی نسخه غیر خدا جواب نمیده. یارو بچهشو میزنه، میگه نزن، میگه تربیت میشه، جواب میده. آقا جواب نمیده، میزنی میخوری، میزنی میخوری عزیز من، هیچ تعارف نداره. دنیاست دیگه، زدی بذر نفرت و کاشتی تو دل بچت، بهت بر میگرده دیگه. مگه بچت تو مسیر دستش به دست یکی از اولیا خدا برسه؟ مگه تو مسیر برستد بره تو دامن خدا که بدی تو رو با بدی جواب نده؟ و الا اگه بچت هم مثل خودت برخورد بکنه، بدیش به تو بر میگرده. میگیری چی میگم؟ و هم مثال اینا، همه چیز اینجوریه. پس میگه من به غیر تو اگه امید داشته باشم ناامید میشم، چون واقعا جواب نمیده نسخه دیگه. ولی هم اون خودش خلقمون کرده، عاشقمونه، میگه آقا نسخه عالم اینه، اینجوری خداگونه باشید، ازتون کمک خواستن کمک کنید، به سابقه طرف نگاه نکنید. والحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی، میگه منو به خودش واگذار کرده و من اکرام کرده،
منو این عبارت این تو قرآن دیگه درسته؟ بذار بیارم این قرآنشو. اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. ها میگه منو یک لحظه به خودم وانگذار، یک لحظه منو به خودم وانگذار. ببینم عبارت رو درست نوشته اینجا. آره دیگه، یکلنیه دیگه، ولم یکلنی الناس فیوهینونی. میگه خدای تو منو به مردم واگذار نکردی اگه منو که منو خار کنن، خودت تولیت منو به عهده گرفتی، منو واگذار به دیگران نکردی. ها خب حالا صحبت همینه. میگه که برای این که حرمت من حفظ بشه، برای این که من به من کرم بکنی، خودت مسئولیت منو به عهده گرفتی و حاجاتت رو خودت به من میدی. یعنی سیستم عالم رو یه جوری چیدی من به کسی غیر خودت نیاز ندارم. نه که دیگران اسباب نیستن، اسبابن، نمیتونن. ببین یه جای دیگه داریم دیگه، تو معارفمون داریم، میگه اگه همه عالم جمع بشن بخوان یه جایی، همه عالم جمع بشن بخوان یه بدی به شما برسه، خدا نخواد نمیشه. خدا نخواد یعنی چی؟ یعنی ببین شما بدی نکردی، همه عالم جمع میشن که به شما بدی کنن، دست به یکی میکنن، رو حسادت به شما بدی کنن، تازه شما رو میبرن بالا. عکسش، آخه طرف بدی کرده ولی همه میخوان از روی مثلا یه لجبازی با یکی دیگه اینو ببرنش بالا، نادیده بگیرن بدیشو. میگه نمیتونی. اگه همه دنیا جمع شن به کسی بدی برسونن و خدا نخواد بدی بهش نمیتونن برسونن، تازه زمینه ساز میشن بهش خیر میرسونن. یوسف انداختن تو چاه، آوردن بالا، فروختنش به عنوان برده، بهش تهمت زدن، کردنش زندان، تمام اینا وسیله شدن اون بشه عزیز مصر. حالا همه دنیا تصمیم بگیرن که یک نفر به یک جایی برسه. یزید رو خیلی زمینه سازی کردن به یه حکومتی برسه، نتونست آقا، نشد آقا، نشد. اونی که میخواستن نشد. چرا؟ میگه آقا تو نیست، این جایگاه تو نیست. هم دست به یکی کردید یه کسی که مال یه جایگاه نیست به یه جایگاهی برسه، نمیشه. از اون برم خواستید مانع کسی بشید، نمیشه. میگه ببین خدا اینجوریه. حالا من حرفم اینه، اگه میخوای خداگونه بشی چجوری باش؟ میخوای خداگونه بشی؟ طرف میگه آقا من میخوام خداگونه باشم. میگه خب باشه، بسم الله، حرمت آدم ها رو حفظ کن، حرمتشون رو به این نبر، حواست بهشون باشه. خب بذاریه اینم خیلی جذاب. میگه والحمدلله الذی، حالا این همین عبارت که بالا توضیح دادم، تحبب الی و هو غنی عنی. میگه ببین دوستمون داره ولی بهمون نیاز نداره، عاشقمونه بدون اینکه به ما نیاز داشته باشه، عشقش از رو نیاز نیست، ما مخلوقشیم، دوستمون داره. رابطت، رابطه خدا رو با خودت بدونی. اگه آقا اول باید اینو بدونی، اگه اینو ندونی اصلا گفتن احکام مسخره است. میگه آقا من چرا این کار رو بکنم؟ اصلا کی گفته من این کار رو بکنم؟ اول باید بشناسمش و بعد رابطهش رو با خودم بدونم، تازه حالا بگیم چی گفته. اینا مقدمه است. ما بدون این مقدمه سراغ چیز دیگه بریم، به اون هدفی که باید ازش داریم باید بهش برسیم، نمیرسیم. این که جامعه ما پس میزنه یه سری حرفای ما رو، علتش همینه. باشه ببینید بقیه‌اش. داستانی هم می‌خواستم بگم، یادم رفت داستانی و رفتم توی این لغت که گیر چیز شدم. آره خب یه دقیقه نظراتو باز کنم. قرآن فهمیدن ثواب یعنی به خدا نزدیک شده. این سوال خوبیه، بذارین جواب بدم بچه‌ها، دقیقه کامنت رو ببندم. میگه قرآن خوندن ثواب داره، ثواب یعنی به خدا نزدیک شدن. قرآن یه نسخه است، نسخه رو میگیری بهش عمل میکنی به خدا نزدیک بشی. ثواب تو چیه؟ نزدیک شدن به خدا. پس خاری خوندن یه نسخه، مثل اینکه مریض بشی نسخه دکتر روش بخونه، خوب میشی؟ نمیشی. اینه داستانش. پس ثواب قدمه به سمت خدا نزدیک شدنه، ثواب نتیجه عمله. جهانهای موازی من سر در نمیارم، راجبش مطالعه نداشتم. بله دادا، هر کی میگه دادا دیگه معلومه اصل اصفهانیه. سلام علیکم دادا. حکم ناخون کاشتن نمیدونم، مرجعتون بپرسید. جادو جنبل، ببین نه که نیست، هم جادو هست هم تلسم هست، همه چی هست، ولی بالاترین تلسم و جادو رو واسه تون بگیرن
کافیه که مثلا یه بار مثلا مادرت دلش تنگ شده بره یک مثلا زیارتی، نمیدونم یک برای یه غذایی، یه غذای مامانت دوست داره بپزی براش ببری، اثر همه اونو عبه میره. نه، ما زندگیمون اگه مشکل داره مقصر خودمون. بله، کفت میشه به ایمان رسید، چرا نمیشه برسید؟ خب بچه ها بسته دیگه، خستم واقعا دیگه، نمیکشم دیگه. انشاءالله بقیه بحثه بمونه برای فردا و خیلی مخلصیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. کتاب بهتون معرفی کنم بچه، کتاب معرفی کنم کار آسونی هم نیست، خیلی باید بهش فکر کنم. چشم، بتونم کتاب خوبی باشه معرفی کنم. البته معرفی عمومی معمولا تیر به خطا میره، باید بشناسی طرف، بدونی قبلا چی خونده، چیکار کرده، بعد بهش کتاب معرفی کنی. ولی حالا من اگه کتابی باشه که بتونم معرفی کنم، چشم. یه فیلم میخواستم معرفی بکنم، منتها من اسم فارسیشو بلد نیستم، استوری میکنم، یه فیلم راجب خداست، اونو ببینید راجبش با هم صحبت بکنیم. دوستتون دارم، قربونت برم بابا.